سلام به زربنا خوش آمدید. بانک مرکزی پاکستان اعلام کرده که میزان صادرات به افغانستان نزدیک به 40% کاهش یافته. به گفته بانک دولت این کشور در ماه جولای سال جاری میلادی به ارزش 557 میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته، در حالی که ارزش صادرات به این کشور در مدت مشابه در سال گذشته به 774 میلیون دلار بوده. در این حال اتاق تجارت و صنایع میگوید که افغانستان با تناسب سال گذشته جایگاه خوب تجاری قرار دارد. پیش از اینکه بریم با مهمان بحث را شروع بکنیم، گزارش ببینیم. بانک مرکزی پاکستان یا CBP گفته است که در سال مالی جاری افغانستان تا حدود شاهد کاهش چشمگیر صادرات خود خواهد بود. اعضای اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که سه دلیل برای کاهش تجارت با پاکستان وجود دارد که یکی از آنها انحراف مسیر ترانزیت تجاری بازرگانان افغانستان است و دیگر هم افزایش تولیدات داخلی و کاهش قدرت خرید از بازارهای پاکستان می باشد. رپورت خود دقیق ده، دی که شک نشته چه په دغه ایساوی کال که چه دغه تمیشتی یا نهمیشتی تیر شوی دی، په دی که ده تیر کال په پرتاله ده پاکستان سر زمون تجارت کم شوی ده او ده تیر کال په نسبت. سره د دې نه چې تیر کال کې قیدات او کرونا و او مشکلات مو تجارت هم کم و خو بیا هم د تیر کال په نسبت کم شوی دی. ګرچې په دې یوه میاشت کې چې دا اوس دی کوم سهولتونه چې دوی په بارډرو کې راوستلي دي، د دوی راکړه ورکړه، د دوی راتګ او د دوی مال ډیر شوی دی، خو په مقابل کې د افغانستان صادرات زیات شوي دي دوی ته، هم په دې میاشت کې او هم د دې کال په موده کې. دغه کم تشویش چې تاسو خود درې واړه حالته پکې شامل دي. آگاهان اقتصادی میگویند یکی از دلایل کاهش صادرات پاکستان به افغانستان کاهش قدرت خرید کالای پاکستانی از سوی مردم است. په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونه هم کم شوي دي. دا په دې معنا چې له دې نه سرمایه ووتله، له دې نه خلک ولاړل، نو کله چې سرمایه له دې نه ولاړه په اتومات شکل اقتصادي فعالیت کمیږي او ورسره نور آبادې داسې دي چې اکثره نورې لارې هم خلاصې شوې وي افغانانو ته د تجارت لپاره، نو واردات له نورو ملکونو نه هم کیدل. دا چې مخکې لارې خلاصې وي، قراردادونه سي وو، اما هغه فعالیت وروسته انجام سو، یعنې هغه اجناس وروسته راورسېدل، نو په دې خاطر باندې دا یې بل علت کیدلی شي. او دریم دا چې په افغانستان کې اکثره کورني تولید ته هم یو څه توجه وسوله او دا عامه افکار هم ډېر دې ته آماده سول چې تر څو کورني تولید نه استفاده وشي. شمار از آگاهان اقتصادی به این باورند که اگر سکتور خصوصی افغانستان با کشورهای دیگر غیر از پاکستان تجارت کنند، خطرات مالی به مراتب کمتر است. در این مورد صحبت میکنم با مهمانم کریم عظیمی، رئیس هیئت عامل اتاق صنایع و معادن از کابل با ماست. عظیمی صاحب سلام، خوش آمدید به برنامه. بانک مرکزی پاکستان گفته که میزان صادرات به افغانستان نزدیک به 40% کاهش پیدا کرده. چرا؟ شکر، سلام به شما و بیننده های شما. پاکستان به حیث همسایه نزدیک ما تقریبا از مدت 20 سال به ایسو در روابط اقتصادی و تجارتی خود فراز و نشیبای بسیار زیاد را داشته و همواره به او تعهداتی که دولت پاکستان مخصوصا بخش های وزارت اقتصادیشان یا سکتورهای اقتصادیشان که با طرف افغانستان داشتن به مو عهد خود وفا نکردن، که از او جمله ما میتونیم قرارداد ابتا را نام ببریم و در اواخر هم برای تمدید قرارداد ابتا کارای صورت گرفت ولی نتیجه بخش نبود. پاکستان متاسفانه با پالیسی از این که همه ساله در وقت فصل میوه و صادرات افغانستان یک نوع مشکلات را در مرزهای خود ایجاد میکنه و باعث از این میشه که صادرات افغانستان به موقع به مارکت های پاکستانی یا از او طریق به مارکت های بنگلی نرسد. در مقابل ایجا هم در افغانستان در سالیان قبل یک عمل بالمثل امروشون صورت گرفت که تا حد جانب پاکستانی را متقاعد ساخت تا او مقدار اموال یا کالاهای پاکستانی که از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه انتقال پیدا میکنه، یعنی در حقیقت هم استراتژیک موقعیت استراتژیکی افغانستان به جانب پاکستانی ما ثابت ساختیم که یک نوع در مراودات صادرات و واردات نرمی را احساس کردیم. با تحولات جدید در افغانستان و از یک ماه به این سو
در این شکل نیست که یک مقدار در صادرات پاکستان کاهش آمده و این چند علت داره که تحول جدید که آمد در افغانستان، یک حکومت جدید و نظام جدید، بسته شدن مرزها بود و ضمناً توقف بانک ها، فعالیت های بانک ها که یکی از عمدترین عامل کاهش روابط تجارتی افغانستان با کل دنیا در کل و مخصوصا با پاکستان بود. ولی اتاق تجارت گفته عظیمی صاحب گفتن که در یک جایگاه خوب تجاری قرار دارن. جانب پاکستانی یا ما؟ ما خب در این شک نیست که ما لله الحمد با سپری شدن 20 سال حال افغانستان دیگه زیاد نیازمندی برای واردات کالای فرسوده پاکستانی و به کیفیت از اونا ندارند. ما لله الحمد بالاتر از 6000 فابریکات تولیدی در داخل کشور داریم، در 65 سکتور یا بیشتر و کمتر ما فعالیت داریم و ای خود از این نشان دهندگی از این بود که ما در افغانستان در اکثر سکتورهای مهم ما به حالت خودکفایی خود رسیدیم، ولی هنوز هم کار و مسیر زیاد طولانی است. باید کار صورت بگیره روی موارد اقلام عمده، مورد نیاز اولیه جامعه ما که با حکومت یک جا سکتور خصوصی دست به دست هم داده تا ما بتوانیم تولیدات خود افزایش بدیم در داخل کشور و بسندگی بکنه برای نیازمندی مارکت های داخلی ما و تا باشه که زمینه صادرات از او هم مساعد شود. این از یک سو خوشبین کننده است که امیدوار کننده است که ما در افغانستان داریم صنعت در حالت رشد و انشاءالله که به این هدف خود میرسیم. ولی در پالوی از این اکثر اقلام تولیدی ما که در افغانستان تولید میشه، متاسفانه مواد خام ما از بیرون از کشور تامین میشه و اکثر مواد خام ما از طریق بنادر پاکستانی میه به افغانستان که این هم یک نوع وابستگی ما را به کشور نشان میده. ما امیدوار هستیم که حکومت جدید با در نظر داشته مراودات تاریخی که ما با پاکستان از چندین دهه داریم و متاسفانه همواره در مراودات تجارتی ما، اقتصادی ما یک نوع نامردی و ناجوانی هایی را داشتن، حکومت جدید باید این موضوع را حس بکنه و تعقیب کنه پالیسی های ملی و منافع ملی کشور که افغانستان و یک چارای اقتصادی و نقطه وصل کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل بسازه و ما را تنها وابسته با بنادر پاکستانی نسازه تا ما بدیلای داشته باشیم که در اقتصاد و در تجارت شما بهتر میفهمین هر قدر الترناتیو یا بدیلای آپشنایی که ما داشته باشیم اما قدر ما سود بیشتر و منافع بیشتر را میتونیم کسب کنیم و ما امیدواری داریم که مسئله ترانزیت ما از او جمله راه لاجورد کارهایی که صورت گرفته بود در سالیان قبل او باید تعقیب شود، او را ادامه بدیم و او را به منزل مقصود برسانیم. درست، ولی شما از آگاهان اقتصادی گفته که یکی از دلایل کاهش صادرات پاکستان به افغانستان قدرت خرید کالاهای پاکستانی از سوی مردم است. در این باره دیدگاه شما چیست؟ خب قدرت خرید یا قدرت بله ولی این یک چیزی است که در از لحاظ اقتصادی تاثیرات خود داره در مارکت عمیق‌تر، سطح زندگی مردم و در کل وضعیت سیاسی، وضعیت اقتصادی یک کشور تاثیرات مستقیم خود بالای مراودات تجارتی عرضه و تقاضا داره. ولی فراموش نکنیم که در پالوی از او که او یک عنصر مهم است قدرت خرید، اوضاع سیاسی کشور و حکومتداری خوب و روابط خوب ما با جامعه جهانی و از او جمله کشورهای آسیای میانه که از کشورهای پر از انرژی و انرژی طبیعی هستند و ما می توانیم که با تامین روابط خوب با این کشورها زمینه عملی پروژه های بزرگی که به یک نوع رویا مبدل شده برای افغان ها متاسفانه فعلا در حال تطبیق نیست که از او جمله تپی است و پروژه کاسا 1000 است. این پروژه
ملخیر اجرایی قرار بگیره که باز ما بتوانیم از این مسیر هم اقتصاد خودکفا داشته باشیم و هم یک نوع تأمین منافع اقتصادی همه کشورهای منطقه را در افغانستان داشته باشیم. بسیار خوب، در سال جاری 557 میلیون دلار صادرات داشته، ولی همزمان در سال گذشته این مورد 774 میلیون دلار بوده. حالا ما میخوام مشخصا پرسان بکنیم که 40% کاهش صادرات معادل چند میلیون دلار میشه و آیا این به نفع ماست یا نه؟ خب این باید مقایسه شود با روابط تجارتی ما با دیگر کشورهای همسایه و با دیگر کشورها و این را باید ما در ترید بیلانس ما یا بیلانس تجارتی ما که این را مقایسه کنیم، گراف واردات و صادرات ما را و همچنان همراه تولیدات داخلی ما اوجا باز میتونیم تصمیم بگیریم که آیا این به مفاد ما است یا خیر. تا جایی که من تجربه از سالیان قبل دارم، ما اگر هر قدر میزان تجارت ما با پاکستان پایین میآید، متاسفانه تاثیرگذاریش مستقیم بالای مارکت های ما از لحاظ از اینکه قیمت ها بالا میره، از لحاظ از اینکه تامین مواد خام برای فابریکات میسر نمیشه، چون ما با مو جغرافیایی که متعلق به جغرافیای خشک هستیم و رسیدگی به بحر نداریم و رای کراچی، بندر کراچی پاکستان فقط از سالیان بسیار زیاد فقط هم یک مسیر یا به اصطلاح یک رای بوده، ما نتوانستیم که عملا چابه ها را فعال بکنیم یا مسیرهای دیگه را فعال بکنیم. پس نتیجه گرفته میتونیم که میزان تجارت ما در کل با پاکستان در وضعیت فعلی و در شرایط فعلی بزیان است و اما در دراز مدت باید ما به طور که پیشتر گفتم روی بدیلای مترادف از او فکر شوه و همچنان تولیدات داخلی ما حمایت شوه، صنعتکارای ما حمایت شوه، فابریکات بیشتر اعداد شوه و عملا زمینه استخراج معادن ما مساعد شوه، همچنان زمینه از این مساعد شوه که سرمایه گذارهای خارجی بیاد افغانستان سرمایه گذاری بکنه، مسیرهای ترانزیتی ما پس سر یک بازنگری بالای شوه، راه لاجورد و راه ابریشم و راه یک کمربند و یک مسیر که با کشور بزرگ اقتصادی جهان چین داره. یعنی این کارهای است که کارهای اساسی و بنیادی است که باید حکومت جدید بر از این توجه خاص بکنه و با طرح‌های بنیادی کارشناسا و یا هم کسایی که نمایندگی از نهادهای سکتور خصوصی میکنه از جمله اتاق صنایع معدن افغانستان و اتاقهای دیگه ما که عملا تجربه از این ما در سالهای قبل داشتیم، به طرح‌ها و به پیشنهادات معقول ما لبیک گفته تا ما بتوانیم افغانستان از محتاجیت و احتیاجات خلاص بکنیم. ولی انحراف مسیر ترانزیت تجارتی، افزایش تولیدات داخلی و موضوع دیگر که پیشتر مشوره کردم، کاهش قدرت خرید مردم، آیا این سه مورد میتونه دلایل مهم برای کاهش صادرات پاکستان باشه؟ دقیقا هر سه مورد از این باعث از همین شده که می صادرات کاهش یافته. در پولی از این سه موضوعات، موضوع دیگه که ما در افغانستان فعلا تولیدات بسیار زیاد داریم، در اکثر سکتورها فابریکات ما فعال هستند، این هم باعث از این شده که یک مقدار صادرات میزان صادرات پایین شود و امیال ما در فصل میوه ما قرار داریم که میوه مختلف از جمله انگور و سیب ما که در وقت فصلش هست و این میره صادر میشه به دیگر کشورها از جمله به پاکستان، این هم تاثیر خود داشته. دیگر در کل اگر ما یک مقایسه کلی بکنیم، عواملی که ما پیشتر یادآور شدم او بیشتر تاثیر خود داره به نسبت عوامل قدرت خرید و مسائل دیگه. درست، ولی شما رو گفتن که تاجران به دنبال تجارت با سکتورهای دیگر و با کشورهای دیگر بودن که تا حداقل بتونن خطرات مالی کمتری داشته باشن نسبت به پاکستان. ما دیدیم که پاکستان در چند سال گذشته بیشترین ضرر را به تاجران ما رساند. حتی تاجران گفتن که میلیون ها دلار متضرر شده. دقیقا به همین حرف من صحبت های خود شروع کردم که ما یعنی حکومت ما، حکومت جدید ما، مسئولین امور ما که فعلا
حاکم هستند مسئولین امارت اسلامی مخصوصا وزرا و رؤسای سکتورهای اقتصادی کشور ما که از جمله مالیه و صنعت و تجارت و اقتصاد وزارت های کلیدی ما هستند، رئیس بانک، اینا در کل باید همراه سکتور خصوصی کشور از نزدیک کار بکنن، دعوت بکنن سکتور خصوصی کشور تا چی گونه ما بتانیم یک پلان کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت اقتصادی بسازیم، چی گونه پالیسی ها را تدوین بکنن تا از این مشکلات فعلی که ما با او سر دوچار هستیم از این حالت ما براییم و همچنان از متکی بودن به پاکستان از لحاظ مراودات تجارتی و اقتصادی ما براییم و چی گونه بتوانیم که منافع کشورهای دیگر، منافع اقتصادی کشورهای منطقه را، همسایه‌ها را ما در افغانستان تامین بکنیم که خود تامین منافع اقتصادی باعث ثبات سیاسی و باعث تامین روابط محکم و استراتژیک حکومت ما با جهان میشه. این مسائلی است که روی از این باید فوکس شوه، کار شوه و در اولویت قرار بگیره. شما بهتر میفهمین که اقتصاد و چرخه اقتصاد تا که به فعالیت نبیه اصلا حکومت داری کرده نمیتونن اگر هر جنایی باشه در افغانستان. بنان سکتور خصوصی کشور، صنعتکارا، سرمایه گذارا در کل به حیث یک قشر غیر سیاسی و به حیث فعالین اقتصادی کشور همواره با نظام ها و حکومت ها طرحهای معقول خود پیشنهاد کرده و ما امیدوار هستیم که نظام جدید، حکومت جدید همین طرحها را لبیک بگیره، از نزدیک برای یک افغانستان خودکفا، شکوفا و از لحاظ اقتصادی یک افغانستان به پای خود استاده کار بکنیم. درست، ولی ما در نواخر شاهد از این بودیم، از این میشه که قیمت ها در بازارها افزایش پیدا کرده و مردم از این بود خیلی نگران هستند. حالا شما رو میگن که تنها دلیلش بسته بودن مرز پاکستان و افغانستان است که همزمان با آمدن طالبان در کابل این مرز بسته شد برای رفت آمد و خیلی ها میگن که اگر این روابط و این صادرات پاکستان به افغانستان رو به کاهش باشه، فعلا که ما شاهد 40% هستیم، اگر این درصد بالا بره به نفع افغان ها نیست، قیمت ها دو برابر میشه و حتی اونا نگران خرید هستن که نمیتونن از این به بعد چیزی را بخرن از بازار. بله، من پیشترم به این موضوع اشاره داشتم که متاسفانه وابستگی ما هنوز هم پابرجاست از لحاظ روابط تجاری و اقتصادی ما، چون با آمدن باروی پار آمدن حکومت جدید و تحولات اخیر یک مقدار روابط ما با کشورهای آسیای میانه هنوز فعال یا فعالتر نشده که کشورهای آسیای میانه بدیل خوب پاکستان برای ما شده میتونه از لحاظ مراودات تجارتی و اقتصادی ما و همی بیلانس شاید اقل ما میتونیم نگهداری کنیم. یعنی در وضعیت کنونی و تا آینده نزدیک متاسفانه از هر لحاظ اگر ما بگیم اقلام مواد اولیه ضروری ما و همچنان مواد خام مورد نیاز فابریکات ما و سایر کالاهایی که مورد نیاز از در کشور و ما نیاز واردات از او را داریم، ما متکی هستیم به پاکستان. اما اگر این متکی بودن ما برای دائم به فکر خود و مسئولین امور ما داشته باشه، مخصوصا مسئولین امور اقتصادی کشور، پس ما اقتصاد ما به جای نخواهد رسید. بر نقاطی که ما پیشتر اشاره کردم که ما بدیلایش داشته باشیم و با کشورهای منطقه عملا روی منافع اقتصادیشان روی میز بشینیم و برای تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی، آنگاه ما مطمئن هستیم که باز مشکلات فعلی که ما با او سر دوچار هستیم این مشکلات نقطه پایان خواهد داشت و ولی از این برای فعلا مثلا آقینه باز است، حیرتان باز است، مرز هرات و ایران باز است، واردات صادرات صورت میگیره، پس چرا پاکستان این همه مهم است؟ ما این همه وابستگی به پاکستان داریم، حتی ما پیشتر هم بحث کردیم که دلیل کاهش صادرات انحراف مسیرهای ترانزیتی بوده یا افزایش تولیدات داخلی بوده. اگر ما با این سطح رسیدیم چرا هنوز این همه وابسته به پاکستان هستیم؟ حالا بس کاهش 40% برمیگرده به یک سال اخیر تجارت بین افغانستان و پاکستان از مثلا. خب یک چیزی که ما پیشترم در صحبت‌های مشاوره کردم موضوع محدودیت فعالیت‌های بانکی بوده که شاید یکی از علت‌های عمده کاهش
صادرات و واردات های بانکی در این ماه اخیر در یک ماه اخیر ما شاهدش بودیم. بله بله و امی ارقامم بیشتر در یک ماه اخیر کاهش یافته و علت عمده دیگر هم افزایش تولیدات داخلی ما از جای شک نیست. ما بیشتر براتون گفتم که لله الحمد در افغانستان مال در سایر سکتورهای تولیدی ما به حالت خودکفایی رسیدیم و همچنان یکی از علتهای دیگه ایش هم وضعیت جاری سیاسی کشور است که هنوز هم حکومت ما که نو تازه یک حکومت عبوری یا سرپرست اعلان شده و هنوز هم از روابط به رسمیت شناختن حکومت موضوعاتی که بسیار مهم است و دارایی افغانستان که در حالت فریز آمده، این سلسله مواردی است که تجارا یا به اصطلاح مراودات تجاری را در کل متاثر می سازه و منتظر می مانند تا زمانی که این موضوعات به حالت نرمالش برگرده. پس طبیعی است که در حالت که فعلا ما قرار داریم در این ما میزان تجارت ما با پاکستان، نه تنها با پاکستان، با کشور ایران، با کشورهای آسیای میانه، با سایر کشورهای منطقه شاید درافش پایین آمده باشه. اما ما لالحمد از یک سو صنعت داخلی خود داریم و از سوی دیگه هم میبینیم که در بازارها به حالت قطعی ما نرسیدیم. یک ذخایر ارزی بسیار کافی موجود است، مخصوصا از مواد اولیه. ای که متاسفانه بگیم یک تعداد از حلقات که به نام تاجر هستند و متاسفانه اونا احتکار میکنن و قیم و نرخ را بالا میبرن، ای باز یک بحث جداست. اگر نه ما میتونیم در سایر سکتورهای بسیار مهمی که مواد اولیه ضروری ما هست، از جمله نفت و گاز، آرد و روغن، این اگر یک مراجعه شود و یک بررسی دقیق شود، به فکر ما شاید ما نیازمندی یک سال، یک و نیم سال خود داشته باشیم اگر دیگر اموال بر ما نبیاید. اما یک مقدار اینجا احساس ملی و کار است که ما میخواهیم، خواستم از همه تجارای محترم کشور می است که مواد اولیه که مورد نیاز جامعه ما است باید قیمت ها را ثابت نگه دارن، ذخایر خود استفاده خوب از او بکنن و دست به دست هم بتیم تولید کننده های ما، صنعتکارای ما که ما همواره ای را ثابت کردیم در شرایط بسیار سختی که پارسال وضعیت قرنطینه و کرونا بود. اکثر هموطنان ما شاهد از این است که هیچ نوع افزایش قیمت در تولیدات داخلی نامد و حتی همین تولیدات داخلی ما بود که باعث از این شد که قیمت ها در بازارها در حالتش باقی بمانه و او حلقاتی که میخواستن با احتکار، با افزایش قیمت ها، با ایجاد نگرانی ها باعث تشویش بیشتر هموطنان ما شود، ولی همین صنعتکارای ما بودن، تولید کننده های ما بودن که با افتخار وارد بازار ها شدن و با عرضه بیشتر تولیدات قیمت ها را در حالت ثابت ماندن. حال هم ما صدا میکنم سر همه تاجرهای محترم کشور ما که بسیار تاجرهای با عزت ما داریم، واقعا تاجرهای ملی ما است که در هر گونه شرایط سخت در کشور اینا سرمایه گذاری کردن و به این کشور ماندن، به تعهد ماندن، حتی هم با وصف از این که هم از تو بود خود عزیز دادن ولی در این کشور ماندن. خواست اونده مهمی است که مخصوصا از تجارت مواد اولیه که مورد نیاز در بازار است باید در کنترل قیمت های زی، در کاهش آوردن قیمت های زی همکار حکومت باشه. حکومت نو تأسیس شده و طبیعی است که مشکلات و چالش های خود داره و با سرگردانی های سیاسی خود بیشتر داره، اما اگر هر مورد ما باید به دوش حکومت بانیم، به دوش آنهای حکومت بانیم و وظایف اصلی ما که منعی سکتور خصوصی ما چی وظیفه داریم این را فراموش بکنیم، پس ما جفا میکنیم به حق مردم. من امیدوار هستم که به این نقطه توجه خاص صورت بگیره هم سایر سکتورهای بخشای وارداتی ما صنعتکارا تولید کننده های را ثابت ساختیم تا یک دو سال اخیر. این تحولاتی که آمد در کشور، چی بحث کرونا بود و قرنطین بود و چی وضعیت فعلی سیاسی که آمد، تحول بزرگی که آمد، نظام تغییر خورد، همه صنعتکارا با افتخار در کشور خود هستند، تولید میکنن. حتی در روزی که کابل سقوط میکرد، در روز فابریکات تولیدی ما تولید خود استاپ نکردن و توقف ندادن. به این فکر که ما
ما این وطن از ما است و آینده از این وطن از ما است. ولی عزیزم صاحب مردم میخواد بدونه کوتا اگر اشارا بکنیم چون ناگزیر هستیم وقت برنامه بسیار کم است. خارجی ما را این وطن ما را نمیسازه 20 سال اخیر را ثابت ساخت تا خود افغان ها ما نسازیم هیچ کس بر ما نمیسازه. درست اگر کوتا اشارا بکنین آیا این کاهش 40 درصدی در ما حالا شاهد هستیم اگر این کاهش آمارش بالا بره بر 60 70 80 آیا ای به نفع ما خواهد بود؟ خب این پیشبینی قبل از وقت است. این پیشبینی قبل از وقت است. آل وقتی که کاهش 40 درصدی آمده یک مقدار افزایش قیمت ها را ما در بازاران میبینیم که نه این نه تنها علت از این که ما به حساب کاهش میزان تجارت ما با پاکستان بوده بلکه عوامل عمده دیگهش محدودیت بانکی بوده که اکثر پولای هموطنان ما در بانک ها است. معاشات مامورین ما پرداخت نشده بوتا. یعنی علت بیشتر اینج است تا او بس میزان تجارت ما پاکستان. بسیار زیاد شکر آقای کریم عظیمی رئیس هیئت عامل اتاق صنایع و معادن کس کابل ما بود. ممنون هستم از میسید. نرخ اسعار نرخ طلا ممنون که بیننده زیربنا بودید. وقتتان خوش.